برو بریم ببینیم چی داری برامون. آره بقیه آه. اخبار جدید و اینا رو نگیم. اخبار دارید بگید. بگی فراد می‌خواست بگه. سه بار گفتیم دیگه. او چه می‌خواستی بگی بگو. من که گفتم این از هرس و انزجارم گفتم راجع به داچ کوین و اینکه این فومو افتاد به جونم و فومو رو دنبال نکردم و ضرر کردم. من اگه 5 دلار گذاشته بودم 20 دلار میتونستم برداشت کنم. دیگه برید ببینید چه کردم با خودم. قیافشو. و میتونم یعنی تو شرطی هم که میتونم از این عدد استفاده کنم. به ما هم میگفتی شاید حداقل ما اونجا برده بودیم. شما زدی تو دهنم. مجموعه ضرر کردم. شاید تو یه ماه نظر من عوض آدما نظرشون عوض میشه. میمدی میگفت 14 فوریه یه تک سادی خوابوندی. الان 14 اپریل هم گذشت. دو ماه میدی چقدر آدم عوض میشه؟ خدا وکیلی هیچی عوض نمیشه. چرا؟ خدایی نمیشه. والله نمیشه. فارسی جان شما چی؟ منم هفته که گذشت یه کمی ارز دیجیتال خریدم از انواع مختلف. یه سبدی درست کردیم اینا رو دیدی؟ این سبد رو منتظریم که این سبد انشالله بره بالا باربر بشه دیگه شما لازم نباشه کار کنیم. آره دیگه اینا سلف میشیم. سلف من خیلی دوستم حرف زدم و خیلی تحت فشارم. شما تیکر کنین لطفا. من فقط حضوری هستم. دماغت اصلا یه رنگ دیگه شده. من دارم خیلی دارم جلو خودم میگیرم که آوریز شما از فقط داری... از یه مجرا انجام بده. بخواد بریم یا کارم داره کارم داشت. نه من این هفته داشتم یه کسی رو اینترویو میکردم بعد این مثلا دانشجوی مستر بود و اینا مثلا سن و سالش از من کمتر. بعد اوایلش سعی کردم خیلی مثلا خوب شروع کنم و گرم بگیرم باهاش، گفتم مثلا اینترویو قبلی چه جوری بود، چه مثلا اوضاع چطوری، یه ذره صحبت کردیم اینا، خوبم بود، خیلی داشت مثلا اوکی پیش میرم. از یه جا به بعد دیدم که این حس کردم استرس گرفته بود، بدبخت. این داشت مثلا پاهاشو تکون میداد و اینا و من میدیدم مثلا تصویر بالا فاین. بعد یه لحظه به تصویر خودم نگاه کردم، دیدم همون حالت همیشگی من، نه لبخندی رو صورتمه، نه همینجوری دارم خیلی جدی نگاه میکنم. بعد یاد همه انتقاداتی که شما به من میکنید گفتم نکنه این مثلا قیافه منو دیده، این اینجوریه که اوشیت مثلا داره بعد صحبت میکنه که این قیافش اینجوری استرس گیر. بعد یه تلاش مذبوحانه داشتم میکردم که من لبخند بزنم، اینجوری مثلا سعی میکردم هرچی این بگه من یه لبخند بی خودی داشتم. خیلی مثل چندلر تو فرنس هست میخواد لبخند بزنه برای چیز. اینطوری واگذار کردی اینترویو رو ها؟ از اون ور افتادی؟ خیلی سخت شده بود، یعنی من هی داشتم خودم میدیدم اینجوری مثلا نشستم یه لبخندی به این بنده خدا بزنم. به این دوربین نمیشه لبخند بزنید؟ بعد مرسی. هی تلاش میکردم. کلیپش کنی. چی شد یارو؟ اینترویو انجام شد کارش؟ گرفتینش؟ نمیدونیم دیگه. نظر خودتون چیه؟ نمیشه گفت. آره که نمیدونی که اسرار رو نمیشه گفت. نمیدونی. ولش کنید. نه ولی این چیزش بود که انقدر ها؟ میخوام بگیرنش به کسی زنه. من یه جایی که کار میکردم چندین سال پیش، کاری که بود که با ارباب رجوع خیلی سر و کار داشتیم، بعد بالا سر کامپیوترامون خیلی کوچیک تایپ کرده بودن، پرینت کرده بودن، چسبونده بودن که مثلا لبخند و احوال پرسینا یادتون نره. الا به ذکر داد اطمئن قلوب. کارونم باید این رو بنویسه بارد. یکی از اون یعنی مثلا یک ساعت بود 20-25 دقیقه اول من فکر کردم این اوکی، یهو دیدم این چیزه انگار مثلا پاشو استرسی تکون میده. حالا بهتر شد یا نه ایشون تو پروسه؟ نمیدونم، فکر نکنم خیلی. ببین آخه اینترویو دادن هم خیلی سخته. من خودم مثلا یکی از ضعفای بزرگم اینترویو شرکت کردن. کلا کار سختیه. تو مثلا اونجا 50% تواناییته. نه مثلا من کسایی میشناسم که تو اینترویو خفنن، یعنی دست بالا رو دارن میشینن مثلا حرف میزنن. من مثلا یادم میره اسممو بگم. نه اینترویو نرفته یارو، اینترویو خوب. من فکر نمیکنم کسی باشه مثلا بره اینترویو مثلا من باشه استرس ایجاد میشه. یادم نمیاد مثلا وزن بردار رو نگاه کنید، رکورد تمرینیشون همیشه با اختلاف بیشتر از رکورد مسابقه است. بالاخره استرس و اینا تاثیر داره، فاکتور میشه. بعد اینم که من باشه صحبت کردم، من نفر سوم بودم، یعنی 2 ساعت قبل من اینترویو داشت. من اوله، من سوم بودم. بعد تو هم با یکی دیگه اینترویو داشت؟
یعنی 4-5 ساعت یارو میکشیم به سوال. این 4 ساعت تو یه روز بود، قبلش هم یه ساعت تلفنی، همش تلفنی. میخواین بگیرینش؟ اینا احتمالا میخواد داماد کسی بشه اونجا. 4 ساعت آره دیگه، یا عروس. حالا اصلا چی داری 4 ساعت با هم صحبت کنی؟ مسئله بهش میدن، تاپیکای مختلفه، به هر کسی میگن تو برو راجع به این سوال بپرس. شما راجع به گذشتهشون پرسیدید، روابط قبلی و بعض خانواده و شغل. آره بله نه حال میگه بله نه دوشمه اونو بزن.